لی نداره، وقفه نداره و همه روز در 24 ساعت در حرکت و در کار و در گردش است و وظیفهش هم مشخص نیست که تنها یک وظیفه باشه، انواع و اقسام کار را انجام میده. او یک خانم در داخل خانهش است. تو می نویسم مرد خانواده یک هفته مسئولیت 3 فرزندی به عهده بگیر، دختر و پسری که داری، بدون موجودیت مادرش. فکر کن که اگر این مادر نباشه تو با اینا چیگونه زندگی میکن. همسر عزیزم، والله که کار تو به مراتب سختتر از کار او کسی است که در دفتر کار میکند، در بانک کار میکند، در شرکت کار میکند، یا به اصطلاح در جای دیگری مسئولیت وظیفه انجام میدهد. کار تو به مراتب سختتر از او است. او شوهری که روزانه میره در بیرون کار میکنه و میآید در داخل خانه، در سر خانومش پتکه میکنه، منت میگذاره که زن من از صبح تا حال کار کردم، یک روز مسئولیت خانه را تو به عهده بگیر، از صبح تا به شام تمام کاری که همسرت انجام میده روزانه تو انجام بدی، ببین که کار تو در بیرون مشقت و سخت ترست یا ای کار است. یکی از موارد و موضوعاتی که امروز شما به او زیاد برمیخورید یا اون را مشاهده میکنید، قضاوت های ناعادلانه دنیای امروز هست در مورد زنان و به خصوص در مورد خواهران و مادران ما و شماست. چند روز پیش یک متن سر خوردم، بسیار زیبا بود و یکی از برادران عزیز ما به نام سبقت الله عاکف او را ترجمه کرده بودن از عربی به فارسی. خواست و میره خدمت شما عزیزان در یک ویدیوی کوتاه اشاره بکنم مستفید بشویم. خیلی جالب هست. امروزه اگر زن مسلمانی در رستورانت کار بکند، این حیث آشپز در یک هتل و در یک رستورانت و در یک کافه، برش میگوین که آشپز است یا سراشپز است، معاش میگیرد. اما اگر همین زن مسلمان در خانواده برای 5 نفر 10 نفر اولادش، خانوادهش، اعضای فامیلش غذای تهیه کند، همه میگویند که این زن بیکار است و در خانه در حبس است. خوب دقت بکنید چقدر مهم است این موضوع. یعنی همان کاری که در داخل رستوران در بیرون میکند، اگر همو کار در داخل خانه برای اولادهای خودش، برای خانواده خودش انجام بده، میگویند که این زن در داخل خانه حبس است و بیکار است، کاری نداره. هم دنیای غربی گپر میزنن و هم من و توی مسلمان قضاوت ناعادلانه را میکنیم. والا خانم ها که بیکارن در داخل خانه، در حالی که مسئولیت داخل خانهش به مراتب سختتر از کار کردن در داخل یک رستوران است. اگر زن مسلمانی برای تربیت اطفال در یک کودکستان یا یک مکتب یا در یک دانشگاه کار بکند، من حیث مربی، من حیث معلم، من حیث به اصطلاح استاد، حالا چی کودکستان باشه، چی مکتب باشه، چی به اصطلاح دانشگاه و پانتون باشه، همه میگویند که در بیرون وظیفه داره و استاد است و به اصطلاح فلان و فلان است. اما اگر همین زن مسلمان در داخل خانه برای فرزندای خودش، به تربیت فرزندان خودش بپردازد، چه نظافتشان باشه، چه تربیتشان باشه، اخلاقشان باشه، تهیه غذا برایشان باشه، رسیدگی به در وقت گرما و سرما برای اولادش باشه، تبدیل کالایشان باشه، میگوین این زن بیکار است، در داخل خانه حبس است. چقدر ناعادلانه هستی قضاوت که اگر همین خانم در داخل کودکستان برای تربیت اطفال دیگران مصروف باشه، میگوین که وظیفه دار، هیچ کسم صدایش بلند نمیشه. ولی اگر برای تربیت فرزندان خودش مصروف باشه در داخل خانه، چیغ و فریاد همه بلند میشه که والله بیکار است، حبس است در داخل خانه، میگوین زندانی هست. اگر یک خانم در یک مؤسسه یا یک دفتر کار کند، میگوین کارمند است، یا در اونجا مینیسی صفاکار باشه، میگوین صفاکار است، نظافت دفتر رعایت میکنه، صفاکاری داره، معاش میگیره
ولیکن اگر نعمی خواهر مسلمان در خانهش مصروف باشه برای نظافت خانهش، تنظیم خانهش، زیبایی خانهش، که شما هر کدام از ما و شما فامیل داره میبینیم که روزانه خانم ها چقدر وقت میگذارن برای تنظیم خانه، امور داخل خانه، و چقدر تلاش میکنن برای نظافت خانهشان. اگر همی کار خانم در داخل خانه انجام بده برای خودش، فرزندانش، شوهرش، خانوادهش، هیچ کس ازش قدردانی نمیکنه، نمیگوین که این زن کار میکنه، تلاش میکنه، میگوین در داخل خانه است، بیکار است، حبس است. چقدر قضاوت ها ظالمانه و ناعادلانه است، در حالی که ما بار باری را در برنامه ایم گفتم، قسم به پروردگار است که کاری که یک مادر در داخل خانهش انجام میده، هیچ کارمندی در روی دنیا، در روی کره زمین قدر مسئولیت نداره که مادر در داخل خانه داره. تنها کسی که هیچ تایم رخصتی نداره، تعطیلی نداره، وقفه نداره و همه روز در 24 ساعت در حرکت و در کار و در گردش است و وظیفهش هم مشخص نیست که تنها یک وظیفه باشه، انواع و اقسام کار را انجام میده، او یک خانم در داخل خانه ایش است. خانه را نظافت میکنه، غذا تهیه میکنه، کالا را میشوره، مهمان خدمت میکنه، برای فرزندایش رسیدگی میکنه و ده ها و صد ها کار دیگر که در داخل یک فامیل است. هدف فریب شعار غربی ها را میخوریم، اونایی که میگوین حقوق زن حقوق زن، یعنی اونها دیدشان ایست، اگر این خانم برای خودش، فرزندانش، خانوادهش، شوهرش تلاش کنه هیچ، اصلا میگوین بیکار است، زندانیست. اما اگر بیرون شد برای یک دفتر و برای افراد دیگر و برای به اصطلاح اشخاص دیگری که در بسیار از موارد در سرش ظلم میشه، تعرض میشه، بی‌حرمتی میشه، توهین میشه، تحقیر میشه، او را کار می شمارن، ای را کار نمی شمارن. و دوم ای که چرا ما و خودت می نیستم مسلمان، اگه مسلمان قدردان نباشیم از خانواده من، فامیل من، تو می نیستم مرد خانواده یک هفته مسئولیت سه تا فرزندت به عهده بگیر، دختر و پسری که داری، بدون موجودیت مادرش. فکر کن که اگر این مادر نباشه تو با اینا چیگونه زندگی می کنی؟ چقدر مسئولیت خطیر و سنگین است به عهده؟ آیا شده تا حال از مادرت، از همسرت یک تشکر کرده باشی؟ قدردانی کرده باشی که همسر عزیزم، والله که کار تو به مراتب سخت‌تر از کار او کسی است که در دفتر کار میکند، در بانک کار میکند، در شرکت کار میکند، یا به اصطلاح در جای دیگری مسئولیت وظیفه انجام میدهد، کار تو به مراتب سخت‌تر از او است. یکی از دوستان یک روز قصه میکرد، میگفت که یک خانه داشتیم، او را تعدیل کرده بودیم، ترمیم کرده بودیم، بعدن میگه یک صفاکار آوردیم که خانه را تمیز کند. برای یک ساعت یا یک و نیم ساعت که آمد خانه را تمیز کرد، پول بسیار هنگفتی گرفت از ما. میگه بعدن نشستم با خودم فکر کردم که خب این که آمد و خانه را سرسری تمیز کرد و رفت، اینقدر پول گرفت از این، ای خانمیم که از صبح تا به شام همه روزه تکرار علت تکرار هم خانه را تنظیف میکنه، هم کالا را میشوره، هم غذا تهیه میکنه، با وقتی هم که ما از بیرون میایم سرش پتک میکنم، قال مقال میکنم. اگر قرار میبود که برای او به همه کاری که همه روزه انجام میده که به مراتب بیشتر و بهتر از کار این صفاکاریست که آمده برای یک ساعت انجام داده رفته، اگر قرار باشه برای او این مزد یا معاش بپردازم، برجانه چقدر پول باید برش بپردازم؟ شده فکر کنید رو این موارد؟ ولی متاسفانه متاسفانه خیلی از ما و شما هم فریبی شعارهای غربی را خوردیم. اگر یک خانومی در یک مکتب و دانشگاه معلم و استاد باشه، برش میگن که استاد است. اما اگر این خانم در داخل خانه برای اطفال خودش تعلیم بده، هیچ کسی فکرم نمی کنه. این است
طرز تفکر نظام سرمایه‌داری و نظام